فراوان به مردم عزیز ایران، به خصوص گیلانیان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشه. خدا رو شکر میکنم که خداوند یک موقعیت دیگر به من داد تا بتونم در مقابل دوربین در خدمت شما عزیزان باشم. خدا رو شکر میکنم برای یه برنامه دیگه. برنامه رو با دعای آغاز میکنم. خداوند شکرگزار و سپاسگزارتم برای برکات، برای نعمتت. خداوند شکرت میکنم که دست پر از محبتت خداوند در بین ایرانی ها هست. خداوند به ایمان دارم که روی قدوست در داخل ایران کار میکنه. خداوند از تو میطلبیم ای پدر جان، امروز این برنامه رو تو هدایت بکن و حمایت بکن. به ایرانی ها رو خداوند از دست شریر رهایی بده. خداوند به ایرانی ها رو خداوند بلندشون کن، مستشون کن خداوند، تا حقیقتا تو خدای حقیقی رو بشناسن. شکرت میکنم به نام عیسی مسیح، آمین. خب گیلانیان عزیز چطورین؟ خوبین؟ همه چی خوبه؟ امیدوارم که زندگی به کامتون ببون. امیدوارم که هر جای دنیا ایسین دست خدا در زندگیتون باشه و همچنین که زندگیتون واقعا پر از شادی و آرامش خدا ببون. البته اینقدر معلمین دروغین دینی کاذب که در ایران آمدن و امر از خداوند دور آگودن برای اینکه همه چیز به نام خدا انجام دینن، ولی اوشون خدا ندونم چی خداییسه که خودشون با این وز به نام خدا انجام دینن، ولی همشون دروغ و ریاکاری و با خنن که مثلا سر همدیگر کلا نادم باشه. اصلا امروزه خودمونم ندونیم در چی جایگاهی قرار دانیم. در اجتماع خودمونو گم آگودیم، در خود خانواده ما خودمونو گم آگودیم، حتی در دنیا خودمونو گم آگودیم. اصلا امروز سرگردانی در ایران زیاده. از یه طرف یه بنده خدای یعنی مثلا کاسبی بکنه، از او طرف شهرداری هنه تموم جنساسی بگین همه ریزن ای طرف و طرف و بعد اینکه مشت و لگت بارش کنه تا اون مرده بمیره. هیچ کسم جوابگو نیه در ایران. بعدم خوشون اسم نینن که ما خدا پرستیم. آیا دونین که کسایی که اعلام کنن ما خدا پرستیم و تعلیمات دینی به مردم دینن زیر ذره‌بین خدایسن؟ دونن که امروز کارشون سختتر از همه آدم هاییسن که خدا را اعلام نکنن و معلمات دینی نین. اینقدر ریاکاری در دولت ایران هنه که مردم همه اسیرن. حتی الان رفیق من صحبت کرده بود که حتی یه اپلیکیشنی که مثل اوبر که یه تاکسی بود کار کرده بود، او طرفی اپل هونم هایی تعدیشون. یعنی چرا باید دولت ایران کاری انجام بده که ما همیشه زیر تحریم ببیم، همیشه زیر بی احترامی ببیم، همیشه در دنیا ما رو هیچی قبول ندارن. حتی پاسپورت ایرانی که بینیم، مثلا حتی دوبه بینیم، پلیس دوبه بگینه پردا کنه او را. ما لیاقت ما اینه؟ یعنی حقیقتا ما لیاقت داریم که ایجوری زندگی بکنیم؟ ملت ایران امروز شما باید باهوش ببین. امروز شما بایستی دست به دست هم بدین. دولت ایران در تمام دنیا بجز که بی آبروگیری برای ما ایرانی نبرده داره، هیچ کار دیگر انجام داده نه. حتی مردم از خدا پرستی دور آگوده و خدای حقیقی مردم الان دنبال خدای حقیقی گردنن، واقعا گردنن که او خدا، خدایی که واقعا گونن خداست، همه چی در کنترل خودش دانه، دنبال او خدا گردنن. و خدا رو شکر که در ایران
خیلی به او خدای حقیقی پیدا بودن، خدا رو با خدا زندگی کردن، با آرامش گیتدن. ما چرا بایستی امروز در ایران با تمام نعمتی که در ایران دانیم، خداوند نعمتی نبو برای ایران ننه؟ واقعا ایران پر از سرمایه، پر از سرمایه های مغزی، پر از سرمایه های مادی، اجتماعی، معنوی، همه جوره. ولی اینیم که همه در حال تکابون، همه همدیگر زیه دارن، کشته دارن، همدیگر خنن تیک پاره بکنن. باعثش چیزه؟ چرا 38 سال ای تو بویم؟ چرا قبل از این جوری نبیم؟ درسته منیم برگردیم به گذشته، ولی تینیم این افکارای خودمونو عوض آکنیم، از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی تینیم این افکار ما رو باز آکنیم. حداقل ما حاضریم یک دونه کتاب بخونیم که بدونیم که حداقل بدونیم دنیا چی خبره. درسته در اینترنت و در نمیدونم چیزای مجازی همه چی نگاه کنیم، همه چی فهمیم، ولی خوب کو چرا فکر ما عوض نبنه؟ اتفاقا یه نفر دیگه ما بود که چرا مردم ایران یه ذره همدیگر هوا دنن. خدا رو شکر، خدا رو شکر که ملت ایران بالاخره ایده ای بفهمسن که باید دست به دست هم بدین، دولت کاریشونی انجام ندینه. به مردم باید کمک بکنیم، به همدیگه باید کمک بکنیم. از این سردرگمی تا کی قنیم سردرگم بیم؟ تا کی قنیم همینجوری زندگی بکنیم؟ بی اترام ببیم، هر جا همه رو بی اترامیم بکنن، هر جا بشیم امی به ارزش قائل نبون. از چی کم دنیم ما؟ از کی کم دنیم ما؟ مگه امریکایی یا اروپایی مغزشون بالاتر از ما، فکرشون بالاتر از ایرانیانه؟ نه، کلی الان ایرانیان در خارج از کشور ایستن، همه مقامای بالا دنن، تنها ایمگران ایستن که واقعا همه جا افتخار ایرانن. ولی دولت ایران یک تیشون گونه نه، من بنده شاپور که الان اگه بشم ایران مگینه. چرا؟ به خاطر که گونه تی عقیده با عقیده اسلام نخونه. چرا؟ با عقیده فلان دین نخونه. آقا به تو چی ربطی دن عقیده من با عقیده تو نخونه؟ این چیز شخصی خودمه. خدا پرستی زوره؟ مگه خدا تا زور نکنه که تو پرستش بکنی خدا؟ چطور تو انسان مزور گونی که بایستی تنابم تی دین پرستش بکنم؟ این همه دین در دنیا نه، در کشور، در این کشور امریکا همه دینان آزاده. بی دین، سنگ پرست، مسلمان، مسیحی، یهودی، بهایی، بودایی، همه آزادن، در مقابل همه ایزن در کنار هم دیگه زندگی کردن. تو چی دینی دنی که زور گونی مردمه گونی باعثی همه می دینه ببرستن؟ چرا؟ برای چی؟ چرا ایرانیان نگونی آقا قرآن به فارسی بخونین؟ چرا نگونی ایرانیانه؟ بگین آقا برای اینکه خانین دین خودتون رو بشناسین همه به فارسی بخونین، انجیل به فارسی بمیشته، نه که مو بفهمم داری تعلیمات عیسی مسیح چیست. به زبان 7 زبان انجیل ترجمه بودن که مردم به زبان مادری خودش بخونن و بدونن انجیل واقعا تعلیماتش چیست. خب چرا قرآن نگونی که تعلیمات هر که به زبان خودش بخونه؟ بخونه دی آقا. شما مگه نگونین چیز خوبی سه از خدای نمیدونم صلح و آرامش درش وجود داره؟ خب چه ترسنین؟ واقعا چه ترسنین که مردم بگی آقا قرآن به فارسی بخون؟ هر دینی به فارسی بخونن، هر دینی. مو اصلا مسئله مو با اسلام نیه، مسئله مو با زور شما، که شما زور مردمو گونی نمیشه. در دنیا هم هیچ آبرویی برای ایرانیان ننین، هیچ جایی هیچ آبرویی ننین. حتی منی که پاسپورت آمریکایی دارم، اگه بوشم یه کشور دیگه، چون بمیشتن می تولد ایرانی، باز یه چشم دیگه ما نگاه کنن. چرا؟ چرا باید اینجوری باشه؟ شما میدونین که معلم دینی هستین، در دید و ذره‌بین خدایی که حتی خدا رو شما نمیشناسی،
شما اصلا نمیدونین خدا کی هست اگه بدونین که با مردم این کار نمیکنین. واقعا نمیدونین خدا کی هست. میگه رای تازه رومیان 3:21-22 شروع میکنم براتون میخونم. میگه رای تازه خدا برای نجات ما، برای ما که بتونیم این رای نجات عیسی مسیح رو بدونیم. میگه در این دنیا همه گناهکارن، هیچ کس نمیتونه بگه من گناهی نکردم. آدم و حوا وقتی گناه او آورد تو این دنیا، گناه در این دنیا وارد شد. حتی بچه‌ای که به دنیا میاد بعد از 2 ساله میشه مثلا یه چیزی بفهمه، مثلا شنه یه کار بدی کنه، یه چیزی بگینه، پدر مادر گونه که آیا تو این وسیله تو ویتی زک؟ گونه نه. خب این دروغ تو یاد بده اینه بچه 2 ساله 1.5 ساله تازه به حرف بمه. پس این دروغ در ذات انسان نادینه بود، چون آدم و حوا دروغ و گناه در دنیا وارد بودن. میگه اما اکنون خدا رای دیگری برای نجات ما نشان داده است. ما تا به حال سعی میکردیم با اجرای مقررات و تشریفات مذهبی به این نجات رستگاری دست یابیم. همه ایرانی الان خیلی نامه سعی کردیم که با اعمال و با رفتار و با خوندن و منو دونم 5 رکعت در روز 5 بار 3 بار نماز خوندن و نمیدونم پای چبه ای طرف بنی او طرف بنی ای کار نکن و کار نکن با اجرای احکام اینو گوته داره بایدتون رستگاری دست یابیم و در حضور خدا پاک و بیگناه شمرده شویم. اما در این رای نوین دیگر چنین نیست. یعنی شما احتیاج ندارین که در روز 5 بار نماز بخونین، 4 بار 3 بار نماز بخونین، کار نیک بکنین. فقط ایمان میتونه شما را نجات بده به عیسی مسیح. فقط تنها را ایمان. وقتی عیسی مسیح به قلبتون وارد میکنین تازه نجات پیدا میکنین. دیگه اعمال شما اونجا در اون دنیا نیست. یه بارم دیگه براتون گفته بودم، من خوابیده بودم، شب که داشتم دعا میکردم میخوندم خدا گفتم خدای ایا من بخشیده شدم یا نه. خواب دیدم که در اون دنیا در روز قیامت خداوند در تختی نشسته پر از نور، فقط نور میتونستم ببینم. نوبت رسید به من، گفت که بیا جلو. وقتی اومدم صحبت بکنم دیدم خداوند یک تومار بزرگ برام انداخت، گفت اینا همه گناه توه. یعنی با اعمال و رفتار ما نیه که بتونیم گناهکار نویم، هیچ وقت من نیم، اما اعمال و رفتار ما اینقدر دقیق و خوب ببون همه ی کارون انجام بدیم که پیش خدا پاک ببیم. بعد مو بودم خدایا بس مو به بهشت تو راه ندنم، خداوند خون عیسی مسیح بریخته روی گناهان من و گناهان من پاک بوده. ما پیش خداوند بشیم چی تینیم بگیم پیشش؟ بگیم آیا خدای مو ایره نتونستم این کار خوب انجام بدیم، او رو بوچم کار بد انجام بدم؟ نه، حتی یه دروغ کوچیک بگیم یا از نظر خدا گناه. ما به این رای احتیاج داریم که خدا ما رو ببخشه. دیروز یه دونه تلویزیونی میان بدیم که یک مرد که تروریست بود، بعدی که مال داعش بود، در سوریه جنگ بوده، به تیر بخورده بمرده. میسیونرهای آمریکایی همین چی بودن؟ اینایی که میسیونر همین آمریکایی که میان مثلا برای انجیل مثلا معرفی بکنن، بشارت بدن، 5-6 نفر داشتن میرفتن. دیدن این مرد اونجا افتاده و انداختن رو اولاغشون که برای اینو دفن بکنن، نه این جسدش اینجا نمونه. چون میسیونر آمریکایی بودن دیگه، به عیسی مسیح ایمان داشتن. این مرد یه ذره راه میره، آدم مرده به حرف میاد، خودش میاد روی تخت
بیمارستان اعلام میکنه که من مرده بودم رفتم اون دنیا با عیسی مسیح ملاقات کردم. اینی که آدم بکشته، اینی که مسیحیان بکشته، مسلمانان بکشته، داعشین دیگه دونیگه رم به صغیر و کبیر نکنن. ای بوشو با خدا عیسی مسیح ملاقات بوده به ما وقتی ای رو بوده، یعنی بده جهنم و بهشت بده بالا، ولی چون نوبتش نبو هنوز خدا این زنده بوده که با بشارت بده به مردم بگو که مو دنیا بدیم. ولی همه ایشون رو گونیم بابا ای چی گوته داره بابا، شما حرفه؟ نه حرف نیه، زنده مرد زنده الان بشارت دین. الان خیلی از این آدمان اگه بجی سرچ بگونی تینی جون پیدا کنی که بمردن بوشون او دنیا هم جهنم بدن هم بهشت بدن، منتها موقعش نو خدا جون سر اده که به مردم بگون که آقا بهشت و جهنمی وجود دنه. زیرا کتاب آسمانی ما از زمانهای گذشته نوید آن را داده بود، اینه خدا چنین مقرر داشته که اگر کسی به مسیح ایمان بیاورد از سر تقصیرات او بگذرد و او را کاملا بیگناه به حساب آورد. کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده از همین الان با خدا راشنه به خدا و خدا عیسی مسیح هنه به قلبش وارد بنه، از همین الان گناهانش همه پاک بنه، ولی بعد از این باعثی دیگه گناه نکنه، نباشون دوباره به گناه های سابق خودش همه گناه رو انجام بده، بگو خود چون عیسی مسیح ایمان بردم بده هرچی میدیل خانه بکنم دیگه. بشیم یک سرودی بشنیم، منم یه آبی بخورم برگردیم. از دست آرایم نام خداوند را، زیرا خداوند ما لایقه هم دو پرستش است. با هم گرداییم همه ایمانداران، از دل سرائیم نام خداوند را، زیرا خداوند ما لایقه هم دو پرستش است. سرائیم سرائیم او خداوند است، سرائیم عیسی خداوند است. شاد باشیم او خداوند است، سرائیم عیسی خداوند است. سرائیم سرائیم او خداوند است، سرائیم عیسی خداوند است. شاد باشیم او خداوند است، سرائیم عیسی خداوند است. هلیا بیفراز این دست ها را سوی بالا، پرستیم با تمام دل عیسی را، زیرا خداوند ما لایقه هم دو پرستش است. بیفراز این دست ها را سوی بالا، پرستیم با تمام دل عیسی را، زیرا خداوند ما لایقه هم دو پرستش است. سراییم سراییم او خداوند است، سراییم عیسی خداوند است. شاد باشیم او خداوند است، سراییم عیسی خداوند است. سراییم سراییم او خداوند است، سراییم عیسی خداوند است. شاد باشیم او خداوند است، سراییم عیسی خداوند است. هللویا هللویا. اگر در سختی ها و تنگی باشیم، باز می سراییم عیسی خداوند است، زیرا خداوند ما لایقه هم دو پرستش است. اگر در سختی ها و تنگی باشیم، باز می سراییم عیسی خداوند است، زیرا خداوند ما لایقه هم دو پرستش است. سراییم سراییم او خداوند است، سراییم عیسی خداوند است. شاد باشیم او خداوند است، سراییم عیسی خداوند است. سراییم سراییم او خداوند است، سراییم
بیاییم، عیسی خداوند است. شاد باشیم، شاد باشیم و خداوند است، سراییم عیسی خداوند است. با درود دوباره به مردم ایران، بخصوص به گیلان زمین، لایجانی های عزیز، مردم چه اعتراض بگونن که آقا تو چه قیگونی لایجانی عزیز؟ همه ایرانین عزیزن، همه ایرانین عزیزن، سر تا سر ایران که اینی همه جا سرای منه، هر جای ایران، هر خاک ایران وجب وجب دوستنم و عشقم اینه که روزی ایرانین واقعا نجات پیدا کنن، واقعا زندگی شیرین پر از شادی با آرامش خدا، آن چیزی که دلشون قنه، آزادانه زندگی بکنن. ما یه رو نگذاریم که زور بشیم و بگیم که آقا به عیسی مسیح ایمان بارین، نه، بلکه تحقیقات بکنیم، بخونین، هر دینی دنیم بخونین، حتی انجیل بخونین، بنین عیسی مسیح چی تعلیم بده، بنین رهبری که جان خودش برای من فدا بوده، این رهبر، نه رهبری که با می جون ما هگیره، می جون بگیره، ما بکشه. رهبر خودش جون نینه. اینی که پدر الان مو برای فرزندان من جان خودم هم نینم. هر پدری، هر مادری کار کنه، جان خودش برای فرزندان خودش نینه. شما تمام زندگی وقتی کادریم شما زاکون اما جمع کنین، فرزندانتون جمع کنین که برایشون بهترین زندگی تعیین بکنین. خدا هم خانه که ما بهترین زندگی بداریم، نه بدترین زندگی. گونه زیرا همه گناه کردن، هیچ کس با آن کمال مطلوب پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. بعد بالاش گونه در 3:20 گونه پس ملاحظه میکنید که با اجرای شریعت کسی هرگز نمیتواند رضایت خدا را حاصل کند. در واقع هرچی بیشتر شریعت را بدانیم بیشتر پی میبریم که زیرا بیشتر پی میبریم که آن را زیر پا گذاردیم. چون واقعا منیم ما شریعت قانونی است که به ما معرفی کنه، گناه را به ما نشون دینه، ولی عیسی مسیح ما که گناهان ما رو پاک کنه، ما رو بیگناه به عیسی بره، خودش روی صلیب بشه به خاطر ما فدا بود، این رهبره که جان خودش برای مو بنام من نجات بده، که مو بتونم واقعا در آینده در دنیای دیگر، امروز همین الان اگه از این دنیا بشم دونم کورش بدرم، دونم پیش عیسی مسیح شنم. نه مو بوشو سرچ بکن در آنلاین، به این قصایی که تجربه بعد از مرگ داشتن، 3-4 ساعت بمردن یا 1 روز بمردن، بوشون او دنیا بدین دوباره برگشتن به جسم خودشون، اینه قبول بکن که دنیای دیگری وجود داره، نه مثل آدم هایی که گونن تو بام بخورده، بام یه چیزی بتر کسی یه دنیایی به یه خوشگلی به وجود بما. هیچ وقت دنیا دوتا توب نه بخوره با هم منفجر بون یه چیزی با وجود با، اینقدر منظم ببون. شما یه نارنجه که الان پرتاب بکنین اینه منفجر بکن، اگه بتونیسی یک دنه تیکشی بودی کوره بشون، چطور بنه دوتا با هم بخوره دنیا با نظم بیش از حد برای خودش بونه با تیلیارد تیلیارد سیاره و ستاره؟ چون ذهن انسانی ما درک آن ندانه که ما درک بکنیم، هیچ کس من درک بکنه که خدا چه عظمتی داره، هیچ وقت من نمیگم. گونه هیچ کس نیکوکار نیست، میگه هیچ کس نیکوکار نیست، در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمیشود، هیچ کس برای خدا نرفته و کسی واقعا طالب او نبوده است. اینی همین رهبرای دینی ما، شما فکر میکنی اینشون طالب خدا، فکر میکنی برای خدا شدن اینشون، شما رو را بینن گیری کنن خودشون گیری نکنن، خودشون نشنن جپه، خودشون
مردم تبلیغ کنن بشین جهاد بگونیم ولی خودشون نشنن، هوریز هم فقط حرف زنن. کدوم آخوند الان اینی حمالی بکنه؟ خوشا به غیرت اون حمال، حتی برای زن بچهش با دست پرتوان خدا برکت بده بهش، کار کنه برای لقمه این نام حلال ببره برای زندگیش. نه آخونده های گردن کلوف که اوریسان گردن با گردن کلوفتی فقط مردم به جلو تو دینن، خودشان هیچ، فقط دزدی و دزدی و دزدی و دزدی. آقا هیچ کس گونه اگه خانه واقعا زندگی بفهمه گونه بوشه یک تا قبرستون من نگاه کن چه آدمایی در قبرستون دفنن، آدمایی که غرور داشتن، آدمایی که پول داشتن، آدمایی که علم داشتن، آدمایی که دانشمند بون، پر از غرور و چیز بون، تکبر بون، بوشو قبرستون من نگاه بکن آدم بمرده بوشو هیچ کس ندونه 10 دقیقه دیگه زنده یا مرده. به این قبول بکن که امروز اگه به عیسی مسیح منبری، امروز رای نجات زندگی خودتو پیدا کنی. عیسی مسیح گونه که من آب و حیاتم، من نان و حیاتم، من راه و حیات و راستی هستم. چون میگه زیر این آسمان نام دیگری بجز عیسی مسیح نیست که به اون تکیه بکنم، فقط عیسی مسیح است که ما رو نجات میده. میخوای آزمایش بکنی؟ امروز عیسی مسیح رو به قلبت دعوت بکن و آرامش خداوند در زندگیت ببین، تجربه بکن. امروز کتاب مقدس بخون، انجیلو به فارسی تحقیق بکن. اگه میخونی جایی سوال داری یا از کسای دیگه انسان ها سوال بکن یا از خود خدا سوال بکن. خدا دوست داره که ازش سوال بکنی هر جایی که نمیفهمی. میگه اما آیا بی انصافی نیست که خدا گناهکاران را بی گناه بشمارد؟ چرا بی گناه شمارنه خداوند؟ الان یه همه آدمی که الان ما آدم کش بودم، دروغ بودم، زناکاری بودم، دزدی بودم، ولی الانم به عیسی مسیح ایمون آوردم، از این به بعد هیچ کار خطایی نکنم، حتی کسی که اذیت بودم شنم گونم معذرت خنم، ما ببخشید، مو شما را حرف بد بزیم، مو شما را کار بد انجام بدم شما، ما ببخشید. وقتی تو اعلام کنی ما ببخشی، خدا تا بخشنه. اگه او بنده خودم تا نبخشه ولی خدا تا بخشنه، چون تو وظیفه ای که داشتی باشی بگی اونو برجی ما ببخشی، اگه او تا نبخشه مسئله ندانی. اگر هم کسی به تو بدی بوده تو اونو ببخش. دونی چره؟ برای اینکه خدا دونه باید آقای که نبخشنه چی بکنه اونم. بابا بدبختی و بیچارگی و لعنت در ایران لحله زینه مردم. انه به خودتون باین، تا کی خنین در خواب خرگوشی بایسین؟ تا کی خنین زیر بار ظلم و ستم بایسین؟ آیا نخنین زندگی راحتی مثل مردم دنیا، اروپا و آمریکا بدارین؟ تا کی به چرندیاتی دولتون گوش کنین؟ دولتون میان و میرن، همه دولت ها میان میرن. ما بایستی پشت هم باشیم، ما بایستی هم دیگر رو حفظ بکنیم. عیسی مسیح میگه خوشا به حال آن کس که امروز به من ایمان آورده و راه نجات پیدا کرد. پس امروز بگو عیسی مسیح خداوند، امروز به قلبم وارد شو تا حقیقتا راه و راستی و نجات رو پیدا بکنم. تو رو دعوت میکنم به قلبم، بذار زندگی تحول پیدا بکنه، تبدیل بشه. شما رو به دست خدا میسپرم و برای تمام ایرانی ها آرزوی شادی و سلامتی و شادکامی دارم. بدرود تا درودی دیگر.
موسیقی